ساختون متعلق به یک پیرزن و پیرمرد تحت پوشش کمیته امداد میباشد که توانایی مخارج روزمره زندگی خود را ندارند. بله، این هم یکی دیگه از ساختمان های اهالی روستا میباشد. توجه فرمایید. شاید قریب 90% بالاتر از ساختمان روستا دچار خسارت شدن، چون این ساختمان های بافت قدیمی بودن. عاجزانه استعداد داریم به ما کمک کنید، سرکشی کنید. ببینید این ساختمان الان جای سکونت، جای زندگی واقعا. توجه فرمایید برادر، مسئولی نگم شدن. توجه فرمایید، این ساختمان جای سکونته، این ساختمان جای زندگیه. ببینید حتی سرکشی نکنن، نه فره نه حیاتی فرستانن. آقای فرمودن در یه مثال گفته که ما حیاتمون اعزام شده به روستا دیاز. آقا کجا بود اون حیاتو بود؟ رفتم جلوشون، گفتم که فقط همینقدر دیوار من همینقدر بود، بالا نبود، خونه هم نبسته بودم به اون جور که مثلا اونا بتونن. ببین اون دیوار من خشکه بالا برده، من پول سیمان و چیز نداشتم، دار ندارم، همینه، هیچی نداشتم. منو به یعنی بسد بی اترامی چار تا مرد انداختن، این بر شوهر منو کشون بردن تو ماشین سوار کردن. دخترم فریاد و اینا، دخترم و همسایه بردن، گفتن گناه داره اونا نگه داشتن. من بی اترامی انداختم پشت که افتادم زمین، او دیوار من انداختن تو پوش پوشکاری، همجور گذاشتن رفتن. گفتم مسلمانی، اونا همه خونه بستن چی، ولی من خوشکی یک من سرپناهی باشه که دوز مدارکای شوهرم اینا همه رو برده، وسایل زندگی ندارم، هیچی ندارم. یعنی تو خونم روغن آتیش بگیره، قند آتیش بگیره، هیچی ندارم. شوهرم آقای خامنه‌ای، این مردم رو کاری به سرشون آوردی، نه لبنیات میتونن بگیرن، نه گوش میتونن بگیرن، نه تخم و مرغ میتونن بگیرن. یه خانواده اگه بخواد در یک ماه بخوره، با این وضعیتی که درست کردین بازم نمیرسونه. همه که نمیتونن اختلاس کنن، هر روز یه کاغذ برمیداری میاری، یه سری مزخرفات میگی، دشمن میکنی، سرمایه های این مملکت هم داری به رایگان کشتی میفرستی اینور اونور. و اگه به جای این دشمن فرضی اصلا دشمن واقعی هم به این مملکت حمله کرده بود، اصلا دشمن بخواد بیا دیگه چیکار کنه؟ چه کاری مونده که تو نکرده باشی که دشمن انجام بده؟ این دفعه دیگه اگه این مردم اومدن بیرون، هر چقدر بگی من جان علیلی دارم و جسم ناقابلی دارم و این مزخرفاتو بگی، فایده ای نداره. یه روز با عربستان مشکل داری، یه روز با بحرین مشکل داری، یه روز با آذربایجان مشکل داری، نه داخل محبوبیتی داری نه بیرون. بیچاره کردی تو این 43 سال این مردمو. امروز رفتم فروشگاه رفاه خرید کردم، تخم مرغ همینطور که مشاهده میکنید بیستاییش هست 53,950 تومان، یعنی حدود 40,000 تومان، دونه 2,700 تومان. اگر بخوایم سیتایی حساب کنیم، یک شانش میشه 81,000 تومان. تو این گرانی تورم چجوری مردم بخوان اینا رو تهیه کنن؟ خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. امروز 14/7/1400 قابل توجه مسئولین بیکفایت من جمله آقای رئیسی، توجه کنید نون فانتزی، نون ساندویچی 80 گرم، من خریدم 850 تومن.
نمیدونم چند باید بدن دست مشتری. امروز 13 مهر ماه هست، توی روستایی هستیم به اسم روستای دیورزم اگر اسمش اشتباه نگم. با چه وضعیتی تمام منابع کشور داره به بدترین شکل نابود میشه، این همه سیب انباشته شده، تمامش داره خراب میشه. ببینید کنار جاده، نتیجه 40 سال مدیریت کشور. سیب هایی که ببینید توی کشورهای امارات، این سیب ها رو شما باید دونه ای 6 درهم 5 درهم پول بدید. السلام عليكم، وقتكم بخير. اما بين السنه وماريوانا قريقه ماشيين لي داو حد كذا الصب زعما دا هيش كفريادي نا كذاك بناها. والله امر شوار رجيم نانو او غوشتي بوتين اجن بانه توبي چند بار زنگ مانده هر اجن تینو 2 ساعت 3 ساعت تینو شد وره زنگ اجن بیانی زنگ اجن 2 بیانی گناه عکا گه بفریاد ایکون حال دراو کلاتیا بین سنو ماریوانا دستان خوش بی. اینجا استان گلستان 14/8/2023. اینجا دیگه همه اینه جمع شدن واسه پول برقشون، هر کی واسه اومده مثلا دو برج داشته تابستون دو ماه قبل اومده 200 تومن، این ماه دو ماه اومده مثلا 1500 1900 2 تومن. اصلا مردم ریخته هم دهن، اصلا میگن چه داستانی ها، چرا تو برج باید تو دو برج باید درشون بیاد 1500 1800 1900 2 تومن و 3 تومن. اصلا واقعا آدم دیگه نمیدونه اینه چجوری حساب میکنن. خواهشن یکی پیگیری کنه، یک گناه دارن این مردم. No.